سلام دوستان عزیز، با یک دیگر از ویدیوها در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. در این ویدیو می‌خوایم به شما نشان بدهیم که از اپلیکیشن گوجه درسی یا اپلیکیشنی که به تازگی داره مجرد درست نموده چطور استفاده نمایید و چی معلومات را میتونید در او اپلیکیشن دریافت کنید. خب قسمی که میبینید در روی صفحه تلفن ما اپلیکیشن گوجه درسی یا اداره مجرد قبلا انسال کردیم. کسانی که انسال نکرده میتونن به اپ استور خود بره یا اپ استور به نام گوچ ادارسه. وقتی گوچ ادارسه در قسمت سرچ بار بزنه یه اپلیکیشن میه. ما قبلا انسال کردیم، کسانی که انسال نکرده اینجا گزینه انسال برشان میته که میتونه براحتی یه اپلیکیشن دانلود کنه و انسال کنه. خب میریم باز میکنیم یه اپلیکیشن. یه اپلیکیشن زبان دیفالتش زبان ترکی است، اما شما میتونین یه اپلیکیشن با چندین زبان استفاده بکنین که زبان فارسی هم از جمله زبان هاست. برای تغییر دادن زبان اپلیکیشن یا می پروگرام شما در قسمت بالای صفحه و دست چپ یک علامه کره زمین است. وقتی علامه را فشار بدید گزینه های زبان می که ما میتونیم فارسی، عربی، انگلیسی بر زبانی که میخواییم ایده استفاده میکنیم، ما گزینه فارسی را انتخاب میکنیم. خب وقت گزینه فارسی را انتخاب کنیم تمام گزینه ها در فارسی ظاهر میشه. خب اولین گزینه که است مدیریت کل اداره مهاجرت است که این گزینه را که باز کنیم فقط درباره همین نرم افزار یا همین اپلیکیشن یا همین پروگرام معلومات میده که با چندین زبان اینجا گفته شده است. زبان انگلیسی، فارسی، روسی و عربی و ترکی، آلمانی است. خب از این میگذاریم. گزینه دوم مرکز اطلاع رسانی اتباع خارجی است. خب قسمی که میدانین شماره 157 شماره است که تمام اتباع خارجی که در ترکیه زندگی میکنن در وقتی که نیاز میباشه و در وقتی که ضرورت است میتونه به این شماره زنگ میزنن و مشکلات خود بگوین برشان. خب در این طریق تشکیل فرم درخواست است. خب در این قسمت ما میتونیم باشورو یا درخواست ملاقات بدیم که ما تمام مشخصات خودم می نویسیم و در قسمت موضوع آخر که قسمت موضوع را باز کنیم سرش فشار بدیم موضوعات از قبل تهیه شده ایجا می برایه که ما میشه یکش انتخاب کنیم. معمولا ما چون تحت حمایت بین المللیستیم میتونیم ایر انتخاب کنیم یا اگر بخاطر مجوز کار میخواییم و در ملاقات بگیریم میتونیم مجوز کار انتخاب کنیم. بعد از ارائه درخواست میتیم. وقت ارائه درخواست بتیم درخواست ما ثبت میشه. ما میتونیم از یک گزینه دومش پیگیری فرم درخواست خود پیگیری کنیم که شماره درخواست است. وقت شما درخواست روان میکنین و شما یک شماره درخواست میته که میتونین او را وارد کنین و شماره که ملیک خود را وارد کنین. بعد از گزینه پیگیری را فشار بدید و آخرین وضعیت فرم درخواست شما به شما نشان داده میشه. خب در قسمت سوم اطلاعیه هاست که معمولا اداره مهاجرت اطلاعیه که باشه میتونه از این طریق در این گزینه میمونه که کسایی که نیاز داره میتونن برن قسمت لایه ها و اطلاعات تازه اداره مهاجرت ببینه. درباره ما که است این درباره 157 است که گفته شده ایجا کتبای خارجی میتوند با سوالات در مورد ویزا محل قامت امایت بین المللی و امایت موقت میپرسند پاسخ پیدا کند. درباره امایت بین المللی امایت موقت که هر سوال داشته باشه میتونید به شماره زنگ بزنید و پاسخ را دریافت کنید. خب میام اطلاعات تماس است که میتونید مستقیم زنگ بزنید و یا صفحه فیسبوک، تویتر، انستاگرامش است که میتونید اونا را تعقیب کنید در اوجام سوال خود مطرح کنه. خب از این گزینه دوم میپریم. گزینه سوم که است راهنمای زندگی در ترکیه است یا راهنمای زندگی. در این بخش بسیار معلومات های مفید میتونید شما دریافت کنید. خب اولین چیزی که به ترکیه خوش آمدید که معلومات درباره ترکیه است و درباره اداره مهاجرت ترکیه که
گفته شده در اشراد یک شهر موجود می باشد. خب معلومات دیگه ترکیه در یک نگاه، درباره خود کشور ترکیه معلومات است، درباره زبانش، جغرافیایش و درباره رخصتی هایی که ایجا ترکیه است که میتونید رخصتی ها را از این طریق ببینین، که مثلا روزای چند روز رخصتی است، عید فطر، عید قربان و دیگر رخصتی های رسمیش، ساعت کاریش است و معلومات عمومی زبانش و سرود ملی ترکیه، حاکمیت و موقعیت و تمام چیزش میتونید از اینجا بخونید. خب مرکز تلارستانی اتباعی خارجی است، قبلا دربارش گپ زدیم، 157 است. شرط ورود و ثبت نام در ترکیه، در این قسمت میتونیم بسیار معلومات های مفید پیدا بکنیم. خب این هم درباره کسانی است که میای اینجا در اداره مهاجرت خود ثبت نام میکنند تحت حمایت بین المللی و هم به کسایی است که میای ویزا میگیره و میخواه اقامت بگیره. خب اینجا تمام معلومات به شکل جدا نوشته شده که اولایش مربوط کسایی است که اقامت میگیره، مجوز اقامت، درخواست مجوز اقامت که تمام چیزان نوشته شده و در قسمت پایین که میای حمایت بین المللی است، کسایی که سوال داره و میخواه معلومات داشته باشه میتونن از این اپلیکیشن استفاده کنن، در این بخش بیاد تمام معلوماتی که درباره حمایت بین المللی است که چطور میتونن ثبت نام بکنن، نکات مهمش، انصراف از درخواست، کسی که میخواه انصراف فتح، تمام چیزهایی جا نشته است، حقوق و تعهدات در پروسه ثبت نام درخواست، نکات مهم، ارزیابی که با چه شکل ارزیابی میشه اینجا نوشته شده، تمام معلومات، ثبت نام که چطور میتونه ثبت نام بکنن، تمام معلومات در اینجا ذکر شده که کسایی که نیاز داره میتونه اینجا بیاید. بسیار معلومات های مفید و معلومات های است که از خود اپلیکیشن رسمی اداره مهاجرت تهیه شده که معلومات های درست است، یعنی معلومات های رسمی است. در مورد محل اقامت است که در این بخش معمولا درباره از اینکه چطور ما میتونیم خانه اجاره‌ای پیدا کنیم، خب مواردی که باید قبل از اجاره باید با صاحب خانه گپ بزنیم و کسایی که میخواه خرید مسکن یا خانه بخره چطور میتونن خانه بخرن و شرایطش چیست. خب اقداماتی که لازم است پس از نقل مکان به خانه که معمولا آب و برق و گاز و چیزا را به نام خود میکنیم و اسنادهایی که برای ثبت نمودن برق به اسم شخص لازم است اینجا نوشته شده، مثلا در برق گفته شده در اسنای امور اشتراک را نمودن بیمه اجباری زلزله خانه الزامی است، بیمه اجباری زلزله خانه یا دیپریم سیگورت است. کسی که میخواید، شخصی که میخواید برق به نام خودش بکنم کرانشین باشه، باید دیپریم سیگورت را از صاحب خانه بگیره که باید یک اسناد ضروری است، هم تو با آب اجازه ذکر شده و دوال گاز و انترنت و تلفن که تمامش مشخص اینجا نشته شده، کسایی که نیاز داره میتونه بیای از این طریق معلومات بدست بیاره. خب در مورد کار اشتغال است، خب در مورد کار چی کسایی میتونه کار کنه، خب کسانی که زیر سن 15 سال است نمیتونه کار بکنه، کسایی که 15 تا 18 سال است با محدودیت های مشخصه میتونه کار کنه. حق کار و ارائه درخواست برای مجوز کار، ما چطور میتونیم مجوز کار بگیریم، تمام موضوعات ایجا نشته است. خب در مورد مجوز کار چون مغلق است نمیخواییم زیاد بپیچیم، چون قرار است یک ویدیو جدای در این مورد تهیه کنم، تمام جزئیاتش با دوستا شریک میسازم و در اینجا در باره اشکور معلومات داده. اشکور یک نهاد رسمی است در ترکیه که کسایی که به دنبال کار است میتونه اونا را کمک کنه، که کسایی که میخواید میتونه به دفتر اشکور بره، در هر شهر موجود میباشد. چیز دیگه که در اینجا ذکر شده حقوق کارگر است، مثلا گفته شده که
در یک هفته از 45 ساعت نمیتونین شما کار کنین، این کارفرما شما را نمیتونه از 45 ساعت یک هفته زیادتر از شما کار بگیره. خب وام در صورتی که مجوز کار داشته باشین، رسمی باشین. اگر اضافه از دو سرتان کار کرد، باید اضافه کاری بده، رخصتی های سالانه تانه باید بده، که تمامی چیزهایی جا ذکر شده، رخصتی های مریضی با تمام جزئیاتش جا نوشته شده. تمام چیزها اینجا ذکر شده، حتی حقوق زنان کارمند هم اینجا ذکر شده، کسایی که نیاز داره میتونه اینجا بیای این معلومات بخونه. خب در مورد آموزش است، آموزش زبان ترکی است که اینجا ذکر شده، که ما مثلا گفته شده که اصول اساسی محب کودک و مرکز. خب یا آموزش مکاتب و آموزش کودکستان است که تمامی چیزا ذکر شده، کسایی که نیاز دارن میتونن بیان. ثبت نام است که شما میتونین ثبت نام بکنین، تمام مشخصاتش ذکر شده، حتی در مورد آموزش عالی دانشگاه هم ذکر شده که جا می و بورسای ترکیه هم اینجا ذکر شده. در مورد کسایی که دکترا میخوان ذکر شده، معلومات داده شده. آموزش از رای دور، کسایی که آنلاین میخوانه با هم معلومات داده شده که در ترکیه کسی که صنف 12 را در خارج از ترکیه هم خوانده شده باشه، ایجا بیای امتحان بده، امتحان یوز وقتی کامیاب شه میتونه حساب از طریق اینترنت درس بخونه. این ضرور نیست که در پنتون بره، در دانشگاه بره، از طریق اینترنت درس بخونه، بعد امتحانایی که مشخص میشه در امتحانا اشتراک کنم، که یکی از او پنتونا پنتون آنادولو است که جام ذکر شده. خب کسایی که در این مورد نیاز به معلومات داره میتونن در این بخش بیه تمام معلومات را اینجا پیدا بکنه. مورد دیگه یادگیری زبان ترکی است که جا گفته شده زبان ترکی مساتی که میتونه زبان ترکی در آن آموخت. خب یکی از او یونس امره اینستیتوت است که به شکل آنلاین فعالیت داره، کسایی که وقت داره و در اینترنت دسترسی داره میتونن در اونجا آنلاین برن بخونه، که اینجا آدرس سایتش نوشته شده. دیگر در مورد سلامت است، در مورد بیمه و خدمات امبولانس و خدمات بهداشتی، تمام چیزهایی جا ذکر شده که 182 میتونین از طریق 182 زنگ بزنین، حتی رندوو یا وعده ملاقات با دکتر هم بگیرین، یا از طریق آنلاین میتونین وعده ملاقات بگیرین. سیستم بیمه درمانی است که معلومات داده شده. خب داروخانه ها و خرید دارو است که معلومات داده شده، میتونین کسایی که در بخش سلامت نیاز به معلومات داره میتونین اینجا بیه. حقوق و عدالت است که موضوعات حقوقی اتباع خارجی جا ذکر شده، که کسایی که معلومات میخواید داشته باشد در بخش حقوق پناهندگان میتونه اینجا بیاید تمام معلومات را بخونه. شرایط کسب شهروندی ترکیه است، خب تمام معلوماتش اینجا ذکر شده، کسایی که به حساب با ویزا میاد اینجا سرمایه گذاری میکند، اینجا تمام چیز نشته شده که سرمایه گذاری ثابت برزش حداقل $500,000 امریکایی، تمام مشخصاتش اینجا ذکر شده. خب ساختار دولت ترکیه است که کسی که نیاز داشته باشه اینجا میتونه بخونه، چی نوعی دولت است و صلاحیت های ارگان های مختلفش. خب امور مالی ترکیه است، امور بانکداری و مالی و واحد پولیش، افتتاح حساب بانکی هم در اینجا ذکر شده که چی کسا افتتاح حساب بانکی میتونه، کارت اعتباری، تمام چیزا، انتقال پول،
استفاده از دستگاه ATM یا خودپرداز، تمام چیزهایی که ذکر شده میتونن در این بخش به معلومات امور مالی را ببینه. خب ادیان و عقاید است، فرهنگ ترکیه است. چیزی که زیادتر مهم است مراسم تشییع جنازه است که فکر نکنم که زیاد کسا معلومات داشته باشه. شماره 188 خدمات تشییع جنازه است در ترکیه و در تمام در بسیاری از بزرگ شهرهای ترکیه موجود می باشد. دیگه میشه اگر جنازه شوه میشه در 188 زنگ بزنین و یه خدمات درایه میکنه که تمام معلوماتش ایجا ذکر شده. بخش توریسم هست، نقل مسافرت هست، ارتباط عمومی، هنر و فعالیت هست که با تمامی بخش ها کسی که نیاز داشته باشه میتونه بیه و معلومات به دست بیاره که معلومات تای مفید دیجا موجود می باشه. زندگی اجتماعی است، قواعد عمومی نزاکت و ادب است که اینجا تمامش ذکر شده. مواقع اضطراری است که اینجا گفته شده، اما شماره 157 که برای اتباع خارجی است. دیگه شماره 155 شماره پلیس است، شماره 156 شماره ژاندارم است، شماره 158 گارد ساحلی است. همینطور تمام شماره مهم که در موقع اضطراری نیاز است تمامش ایجا ذکر شده. قاچاق مهاجر، خشونت خانوادگی، خشونت خانگی، محل های رای درخواست جهت حمایت از کودکان، معلومات های ایجا ذکر شده. خوش شماره های تلفن های ضروری است، آتش نشانی 110، مرکز تماس استرالی 112، خدمات شهری 153، 155. تمام این چیزهایی را ذکر شده، میتونین بین این معلومات را داشته باشین. نیاز نیست که از کس دیگری بپرسید چون تمام معلومات داخل یک اپلیکیشن است. خب از این بخش هم میپرویم. خب در بخش سوالات که معمولا پرسیده میشم یعنی. خب سوالات بخش بندی شده، ما مثلا میریم در بخش مجوز کار. وقت مجوز کار را باز کنیم، سوالات هست که معمولا پرسان میشه از طرف اشخاص قبلا پرسان شده. مثلا گفته شده اجازه کارم رو با اتمام است، آیا میتونم برای اجازه اقامت درخواست بدم؟ وقتی سرش کلیک کنی، سرش فشار بدهید، جواب از سوال میره. امیر رقم سوال های دیگه که ایجا ذکر شده، شاید شما این سوال داشته باشید، شما میتونید اینجا بیایید و هم سوالی که داشتین میشه پیدا بکنید و سرش فشار بدین، جوابش میاد براتون. خب بخش حمایت بین المللی هم است که اینجا گفته من مثلا سوال اولش، من تحت حفاظت بین المللی هستم، من میخوام از استان ثبت شدم با استان دیگر نقل مکان کنم، چی کار باید انجام بدم؟ خب کسی که میخواد از یک شهر به شهر دیگر نقل مکان کنه چی کار انجام بده؟ وقت در سر ازی فشار بدیم، جواب ازی میه، جوابی که از طرف اداره مهاجرت داده شده که چی کار باید انجام بده، پروسیش گفته شده و این سوال هایی که ایجا ذکر شده جوابایش هم موجود است، میتونین بیاین و سوال ها را جوابایش را ببینین. خب همینطور در بخش های دیگه مجوز اقامت، حمایت موقت، مجوز کار، ویزه، حمایت از قربانیان انتشارات انسانی، در هر بخشی که سوال داشتین میتونین اینجا بیاین. خب این بخش در اطراف هم چیزهایی هست مثل گوگل مپ هست که باز میکنین و در جایی که موقعیت دارین در نزدیک شما چی چیزهای موقعیت داره اونا رو بر شما نشان میدن که مثل گوگل مپ کار میکنه. و در بخش دیگه ترجمه یک دیکشنری است. قالب های آماده جملات هست که قبلا آماده شده و این متن رایگان متن است که شما هر چیزی که دل خواست می نویسین و شما ترجمه میکنم. میریم سر متن رایگان اول. خب مثلا من زبان ترکی را بلد نیستم، اینجا می خواهیم بنویسم و فارسی که احمد خانه آمد. امیر جمله را می خواهیم به زبان ترکیش بفهم. خب وقت ترجمه کنه بزنیم، جواب ترکیش آمد احمد بگل.
امی رقم میتونین و زبان زیر تغییران بتین و جملات بیشتر بنویسید، کلیش ترجمه میکنم و دکشنری یا می مترجمه که ایجا انسال شده بسیار دقیق ترجمه میکنه. خب قالب های آماده، قابل هایی که از قبل آماده شده، مثلا گفتگوی روزمره، وقتی در گفتگوی روزمره مشکل داشته باشه ایجا کلیک میکنه، مثلا سلام است، وقتی در سرش کلیک کنی میگه مرحبا، میتونی از ایجا علامه لاود سپیکر کس او را بزنین براتون تلفظ شما میکنه صبح بخیر، یا بر کلمه که مشکل داشته باشین، مثلا میگیم خوب است و متشکرم، ایم تشکر دارم، مثلا اینجا دلم برای شما خیلی تنگ شده بود، سنی یا سزی چوک ازلدم. امی رقم در دیگه بخش هم است که گفتگاه روزمره است، راهنمایی کمک است، آشنایی است. بر بخش دیگهش مثلا در قسمت آشنایی میگه اسم تو یا اسم شما چیه، اسم نیست ندار. امی رقم جملات دیگه که در بخش آشنایی نیاز میشه، مثلا او مادر بزرگ من است، مادر بزرگ من است، او بنیم انیم مادر بزرگ من است، او هم سایه من است، مثلا او بنیم کمشون، و هم کلاسی ماسته، او به نیم سنه فرکدشم. امیر خم جملات دیگه که بسیار مفید واقع میشه، کسایی که نیاز داره جملات روزمره را بخونه، جملات روزمره ترکی را بیاموزه. خب ای بود از قسمت معرفی اپلیکیشن تازه که اداره مهاجرت درست نموده که بسیار مفید هم است. امیدوار هستم که دوستای عزیز شما مزید بتانید به اندازه مؤثرش استفاده خوب بکنید. تشکر از توجهتان.